درود خدمت یکایک بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری با برنامه دیگر تحت عنوان کلی بازشناسی باورها در روز پنجشنبه 17 ماه آگوست در خدمت شما هستیم. مطابق 7 برنامه پیشین، امروز هم اگر فرصتی مهیا بشود با جلسه دیگر از تحلیل تاریخ زندگانی حسین ابن علی در خدمت شما خواهیم بود. اما قبل از این مسئله بد نیست یک پرانتزی هم میان این سخنان باز کنیم و آن مسئله اهمیت نقد دین به خصوص و عقاید به شکل عموم است. اخیراً وقایعی در ایران رخ داد و آن هم حادثه است که چند بار هست از طریق شبکه های اطلاع رسانی به شکل مبهم منتشر میشه و آن هم انجام حملات تروریستی در اماکن مذهبی است، روزی در قم، روز دیگر در مشهد و یک روز هم در شاه چراغ. اهمیت این مسائل از آن روست که بدانیم حکومت ها به نوعی سعی می کنند با استفاده از ابزارهای خاص خودشون در مواقع بحرانی یا برای کسب قدرت یا برای حفظ قدرت دست به تحریک و تحرکات اجتماعی بزنن، یعنی یک حادثه ای رو بسازن یا اخبار رو به نحوی منتقل بکنن به شکل مهندسی شده که بتواند خطری رو برای مردم یک جامعه متبلور بکنه و از قبل اون سعی بکنند آن نیات خاص خودشون رو در درون جامعه اجرایی بکنه. خب میدانیم نزدیک میشویم به یک سال از مرگ مهسا امینی، در واقع قتل حکومتی او که سبب شد مردم ایران به پا خیزند و این بار فشارهای بیشتری بر حکومت بیاورند و هنوز هم میبینیم مسائل پیرامون این واقعه رو و امیدواریم که در این سال روز باز هم مردم به خودشان بیایند و با درس گرفتن از اشتباهات این یک ساله و تقویت نقاط قوت کار رژیم رو به انتها برسونند. اما نکته اساسی این است که اگر ما صرفاً پشت پرده و یا مسائلی که این وقایع میتواند، این اخبار میتواند برای ما به دنبال داشته باشه رو بررسی نکنیم، دچار خطا خواهیم شد. و همین دلیل است که برخی از کارشناسان و تحلیلگران از قبل جامعه ایران معتقد هستند که بهتر هست ما وارد نقد دین نشویم، نقد عقاید مردم نشویم و این مانعی است در راه انقلاب. و من امروز به شکل بسیار خلاصه عرض خواهم کرد که اتفاقا این یک خطای بسیار مهمی است که برخی از این کارشناسان ما مرتکب میشن. یادمون باشه حکومت ها به خصوص حکومت های استبدادی برای کسب قدرت یا حفظ قدرت دارای اصول و عقاید خاصی یا اون پرنسیب خاصی نیستن. اونها سعی میکنن هر ابزاری رو که برای دوام حکومتشون یا به قدرت رسیدنشون به کار میآید رو به خدمت بگیرن، حتی اگر دیگران مرتکب شده باشن. یعنی اونها از وقایع فرصت میسازن. اگر ما به سال 1933 بریم، میبینیم در فوریه، زمانی که هنوز یک ماه هیتلر قدرت گرفته در آلمان، یک کارگر هلندی، آی واندر لوبه، میآید و حالا بنابر دلایلی که نامشخصه رایشتاک رو آتش میزنه. خب در این مسئله هست که آیا او به تحریک نازی ها چنین کرد یا خیر. اما هیتلر سعی میکنه از این واقعه سوء استفاده بکنه و توسط نزدیکان خودش، کسانی مثل گورینگ و دیگران که به هر حال نقش های مختلفی در اون دولت ائتلافی گرفته بودند، مارشال هیندنبرگ رو مجبور به این بکند که بپذیرد که او در یک حالت اضطراری بتواند گروه های مخالف رو سرکوب بکنه به عنوان کسانی که به پارلمان آلمان و
اون دموکراسی آلمان حمله کردن، هرچند خود او علاقه به این دموکراسی نداشت و اون رو مذموم و از اون ناخرسند بود. بنابراین ما میبینیم که بعد از این واقعه گورینگ که در منطقه پروست رئیس پلیس بود شروع میکنه به گرفتن گروه های مخالف، خصوص کمونیست ها و گروه های چپ، و روزنامه ها رو میبندن، روشنفکران رو میگیرن. و نکته جالب این هست که این حالت اضطراری توسط هیتلر 12 سال بر جای میمونه، چون بهانه خوبی بود برای او که بتونه تحت عنوان حالت اضطراری گروه های مخالف خودش رو سرکوب بکنه، دادگاه های خلق را بندازه و کارهای دیگری رو انجام، یعنی نهادهای موازی خودش رو بسازه. قبل از سال پیروزی انقلاب اسلامی در ایران هم ما دیدیم حکومتی مثل جمهوری اسلامی که در آن زمان روحانیون به نوعی به عنوان متولیان این انقلاب در کنار گروه های دیگر بودند، دست به آتش زدن سینما رکس آبادان کردند. برای اونها مهم نبود که چند صد انسان بیگناه کشته میشن، در آتش میسوزن. برای اونها مهم این بود که این انقلاب به پیروزی برسه و برای اون نیازمند این بودند که یک تحرکی رو در جامعه ایجاد کنند. خب شما با یک ایدئولوژی، با یک رژیمی روبرو هستید که برای کسب قدرت از هیچ جنایتی فروگذار نمی، و وقتی هم که قدرت گرفت دیدیم همون گونه که هیتلر دادگاه های خلق رو راه انداخت، اونها هم دادگاه انقلاب راه انداختن و الان 40 و اندی ساله که این دادگاه انقلاب هنوز هم هست. یعنی وضعیت برای این رژیم هنوز انقلابی است و هنوز هم اگر کسی برخلاف اونها یا ایدئولوژی اونها سخن بگه، به عنوان کسانی که ضد انقلاب هستند و باید در دادگاه های انقلاب محاکمه بشن، زیر ذره بین هستند و محاکمه میشن. در کنار این رژیم همیشه سعی کرده از احساسات مذهبی مردم استفاده بکنه، یعنی گاهی برای حذف یا ضربه زدن به گروه های اپوزیسیون سعی کرده یک بمبگذاری رو توسط نیروهای خودش در اماکن مذهبی انجام بده که احساسات جامعه جریحه دار بشه و از قبل اون سعی بکنه توجیهی بیاورد برای بستن فضاها. همین رو در مورد شبکه‌های اجتماعی می‌بینید، کسانی که در جمهوری اسلامی مسئول هستند دائما سخن از این میکنن که این شبکه‌های اجتماعی محلی شده برای فساد، محلی شده برای نفوذ کشورهای دیگر و گروه‌های مختلف. مقصود این است که ما بتوانیم از این فضا بهره ببریم که فضا رو ببندیم، امنیتیش بکنیم. و طبیعی هم هست، امروز هم که نزدیک به یک ماه دیگر به سال روز قتل حکومتی مهسا امینی خواهیم رسید، حکومت سعی خواهد کرد از این کارها کم و بیش انجام بده. اما نکته بسیار مهم این است که حکومت دیگر قادر نیست از احساسات مذهبی مردم سوء استفاده بکنه. سوء استفاده در واقع از احساسات مذهبی همیشه برای من مسئله مهمی بوده، به خصوص وقتی به تاریخ زندگانی علی ابن ابی طالب نگاه میکنیم، میبینیم این قرآن بر سر نیزه کردن سبب شد که نیروهای جناح عراق شمشیر رو کنار بگذارن و بگوین که خب بله، یک سندی وجود دارد به نام قرآن که مورد نظر ما هم هست، برای ما محترمه، بنابراین ما از جنگ و نزاع خودداری بود. سال 88 زمانی که جنبش سبز در ایران رخ داد و فروکش هم نکرد و دامنه اون در حال افزایش بود، رژیم آمد و دست به یک حربه‌ای و سلاحی زد که در گذشته هم کارایی داشت و تا آن زمان هم قابل استفاده بود، و آن این که در روز عاشورا شروع کرد از طریق گروه های خاص خودش یک مجلسی رو راه انداختن که عده‌ای آمدن به ساحت امام سوم شیعیان توهین کردند. و شما دیدید در پس این خبر افرادی مثل میر حسین موسوی کروبی و دیگران پا پس کشیدن و اشاره کردند که خب اگر قرار هست یک چنین داستانی رخ بده، بهتر هستش که ما بریم کنار، چون نه تنها حکومت بلکه اساس این اندیشه دینی از ایران رخت برمی‌بنده. سال 88 تا به امروز نزدیک به 12-13 سال گذشته.
آنچه که تغییر کرده این است که مردم ایران امروز دیگر برای علایق مذهبی ارزشی قائل نیستند. نه اینکه همه مردم، نه، یه عده‌ای هم هستن تعلقات مذهبی دارن، اما حکومت دیگر این توان رو نداره که به بهانه عاشورا یا بمبگذاری در حرم فلان امام یا امامزاده مردم رو مجاب کند که بهتر است از قیام خودداری بکنن. و شما دیدید این حفظ کشور شیعه در قبل از انقلاب هم وجود داشت، امروز هم وجود داشت، یعنی زمانی که پادشاه سابق ایران آمد و آن بیانیه من انقلاب شما رو شنیدم، بحث بر این بود که تنها کشور شیعه باید حفظ بشه و امروز هم رژیم هم این کار رو میکنه، یعنی علایق مذهبی مردم رو برجسته میکنه. و اتفاقا مشکل عمده ما همین علایق مذهبی بوده، یعنی مکانیزم کنترل جامعه ما با استفاده از همین مقدسات و علایق مذهبی است. یعنی که امروز اگر ما صحبت از آزادی زنان میکنیم، صحبت از حقوق بشر میکنیم، نگاهی به سکولاریسم داریم، برای این است که یک ایدئولوژی در قالب دین و مذهب به نام اسلام و مذهب شیعه اجازه نداده که انسانهای امروزی با ارزشهای خودشون زندگی بکنن، یک جامعه‌ای داشته باشن که قوانینش منبعث از اراده مردم باشه، حاکمش بر اساس لیاقت و توانایی‌ها انتخاب بشه، مردم حق داشته باشن که در امور سیاسی اظهار نظر بکنن. تمام این انقلاب برای فرار از اون وضعیتی است که این ایدئولوژی و دین برای مردم ساخته. اما شما میبینید حکومت سعی میکنه وارد این بازی بشود که بهتر است مردم دست به این کارها نزنند. و متاسفانه برخی از کارشناسان ما هم در این دام میفتند، یعنی معتقدند که اگر ما دست به نقد دین بزنیم یا اندیشه های دینی رو مورد انتقاد قرار بدیم، این میتواند مانع از انقلاب باشد. آنچه که در انقلاب اهمیت داره دوستان، مسئله ارزش هاست نه افراد. یعنی ما برای انقلاب باید ارزش های مورد مطالبه خودمون رو بشناسیم. اگر به دنبال دموکراسی هستیم، اگر به دنبال حقوق بشر هستیم، اگر به دنبال سکولاریسم هستیم، اگر به دنبال صلح هستیم، باید ببینیم موانع این ارزش ها کجان. اگر در سنت ما هستن، چه سنت سیاسی چه سنت دینی، اگر در ساختارها و نهادهای ما هستن، باید اونها رو کنار بذاریم. کشورهای دیگر هم چنین کردن. این کار میسر نمی شود مگر با نقد، با انتقاد، با اینکه نشان بدیم بیماری امروز جامعه ما در کجاست. بیاید از یک تمثیل استفاده بکنیم. زمانی که ما قصد خروج از منزل رو داریم، همیشه جلوی آینه میستیم، خودمون رو نگاه میکنیم ببینیم آیا ظاهر ما مناسب هست که در ملأ عام بریم یا نه. خب میدانیم موقعیت خانه با بیرون خیلی فرق میکنه، با یک وضع ظاهری نامطلوب نرویم و مورد تمسخر دیگران قرار بگیریم یا مورد نقد دیگران قرار بگیریم، یا حداقل برای خودمون اون ارزش رو قائل باشیم. مسئله این است که در بعد فکری هم باید یک بار خودمون رو در آینه نگاه بکنیم. آیا ظاهر ما مناسب با یک جامعه مدرن هست؟ یعنی ظاهر فکری ما، باورهای عقیدتی ما، اعتقادات ما، نگرش ما. اگر من میخوام به یک جامعه دموکراتیک برسم، آیا برای اون جامعه خودم به عنوان یک انسان مناسب هستم؟ آیا نحوه نگرش من به همسایه، به دوستان، به کارفرما، به کارگر، به افرادی که در جامعه من هستن، زنان، یه نگرش دموکراتیکه؟ آیا من حس تعلق به جامعه خودم رو احساس میکنم؟ به درختان، به رودخانه ها، به دریاها، به حیوانات، به جانوران، آیا به اونها هم احساس تعلقی میکنم؟ اگر دریاچه خشک میشه میگم به من چه مربوطه؟ یا اینکه مقاومت میکنم؟ اگر رودخانه ای آلوده میشه از منافع یک کارخانه دار که بخواد فضولات و فاضلاب های خاص خودش رو که مسموم هم هستن وارد رودخانه بکنه، آیا من به عنوان یک انسان شهروند به اون
رودخانه تعلقی دارم؟ آیا به دریاهای خودم تعلقی دارم؟ بسیار مهمه که ما یک بار خودمون رو در آینه نگاه بکنیم و اگر ایرادی دیدیم بپذیریم. آینه گر روی تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. کار ما آینه شکستن، فرهنگ سیاسی ما آینه شکستن، همه مقصرن به غیر از ما. کار ما در حوزه دین همین بود، همه مقصرن به غیر از اعتقاد ما. اعتقاد ما در حوزه دیانت هیچ مشکلی نداره، در حالی که ریشه های این مسئله مشخص میکنه که چنین نیست. کار بزرگی که برخی از اندیشمندان در این دهه ها انجام دادن در همین راستا بوده. حکومت سعی میکنه نخبگان خودش رو وارد بازی بکنه، موجه بکنه نحوه حکومت خودش رو، نحوه این احکام اسلامی رو، تا مردم تحت انقیاد بمانن. و از آن طرف هم روشنگران و روشنفکرها هستند که سعی میکنن با نوشتن کتابها، جزوات، مقاله ها و حتی برنامه های رسانه‌ای یک تلنگری به مردم بزنن که یک بار به خودتان بیایید و نگاه بکنید. همین شبکه پارس، من یادم هست عزیزانی مثل جناب فاضلی، مثل جناب مشیری و خیلی های دیگر در این رسانه ها دست به روشنگری زدن و اثرات اون روشنگری است که امروز در جامعه هست. که اگر جمهوری اسلامی همانند صفین قرآن بر سر نیزه میکنه، مردم خودش رو دیگه میشناسن، شمشیر مبارزه رو وانه می نه. دیگر سید علی خامنه‌ای که جای خود اسطوره ها، الگوها و ارزش های اسلامی هم چندان اعتباری نداره، بسیاری از دین گذر کردن، بسیاری دیگر همون عقاید دینی در اونها سست شده. هرچند حکومت هنوز هم عده قلیلی از این افراد رو با خودش یدک میکشه و اونها رو داره، همه حکومت های استبدادی دارن. در آینده به این مسئله خواهیم پرداخت، مردم چگونه باورها و عقاید خودشون رو پیدا میکنن. خیلی از کسانی که با جمهوری اسلامی هستن عقاید دینی ندارن، به خاطر منافع مالی، به خاطر منافع اجتماعیشون با حکومت هستن. بخیر هم خب میترسن، هنوز آینده براشون مبهمه. کار روشنگران این است که بتوانن این کار رو انجام بدن. شما در بعد انقلاب ها برای اینکه یک جنبش بتواند به پیروزی برسه، که اگر فرصت بشه ما در آینده به تاریخ انقلاب ها هم خواهیم پرداخت، تقریبا 8 کارویژه اساسی باید صورت بگیره با شدت و ضعف مختلف بنابر اون رژیم و نیروهای انقلابی. 4 مؤلفه مربوط به رژیم، یعنی رژیم باید دوچار این 4 مؤلفه بشود و نیروهای انقلابی هم 4 مؤلفه رو ایجاد بکنن تا بتوانند در انقلاب پیروز بشن. اولین مؤلفه‌ای که رژیم باید به اون دوچار بشه بحران مشروعیت. مشروعیت یعنی این که شما حق حکومت، حق حکمرانی، حق قانونگذاری رو برای یک دولت، یک شخص، یک گروه به رسمیت بشناسید با رضایت خودتون. یعنی او دوچار این پدیده است که میتواند اندیشه های خودش رو به عنوان امر حکومتی و اعمال حاکمیتی به جامعه ببره. تا زمانی که بحران مشروعیت پیش نیاد، مردم مجاب نمیشن که سر از اطاعت هیئت حاکمه نرتابن جدا کنن و روشون رو برگردن. هیچ انقلابی نبوده که رژیم قبل از اون دچار بحران مشروعیت نشده باشه. شما در انقلاب فرانسه، آی راجر کارتیه کتابی داره زمینه های فرهنگی انقلاب فرانسه، در اونجا اشاره میکنه دهه ها قبل فیلسوفان، نویسندگان، شعرا، نمایشنامه نویسان شروع میکنن بر نقد فضای فکری اون جامعه، مناسبات سیاسی، مناسبات اخلاقی، از ولتر گرفته، روسو گرفته، دیدرو گرفته، دالامبر گرفته و خیلی های دیگه.
اینها رهبران فکری این انقلاب. هر انقلاب سه نوع رهبر رو تقریبا در درون خودش داره. نخست رهبران فکری، نیروهای تئوریک، نظریه پردازان که نشان میدن وضع فعلی جامعه وضع مطلوبی نیست. اینکه جامعه ما امروز بیماره حاصل این نوع برنامه هاست و بعد نشان میدن که وضع مطلوب کدامه و ما چطور میتونیم به اون وضع مطلوب برسیم. ما در انقلاب مشروطه روشنفکرانی داشتیم از آخوندزاده بگیرید تا بعد، کسانی که سعی کردن بیماری جامعه رو تشخیص بدن، مناسبات اجتماعی رو، مناسبات سیاسی رو، آنچه که جامعه ما نداره، آنچه که مردم ما فاقد اون هستن، و با تذکر و تنبه مردم رو بیدار بکنن که اگر شما به دنبال یک جامعه پویا هستید، یک جامعه خوب هستید، نیازمند این هستید که از این فضا عبور بکنید. مردم دیگر سرزمین ها هم از این فضا عبور کردن. کار این فیلسوفان، کار این اندیشمندان سبب میشه که مردم یک پنجره و دریچه جدیدی رو پیش روی خودشون ببینن که بتونن از اون فضا بیرون بیان. شما در انقلاب امریکا هم همین داستان، نقش افرادی مثل تاماس پین با اون رساله دورانساز عقل سلیم که در آن زمان سبب شد همین امریکای امروز با این نحوی جمهوریت ایجاد بشه و البته رهبران مبارز دیگر تأثیرگذار بود. در کنار این گروه دیگری از رهبران رو هم ما نیاز داریم، رهبران بسیجگر، رهبرانی که توانایی بسیج عمومی دارن، ویژگی های خاصی دارن، سخنرانان قهاری هستند، توانایی شبکه سازی دارن، می توانند گروه های مختلف اجتماعی رو بسیج بکنن که الزاماً اونا ممکنه نظریه پرداز نباشن اما در حوزه خودشون بسیار خوب عمل بکنن. و گروه سوم رهبران، رهبران مدیر هستن، یعنی کسانی که کارهای میدانی رو انجام میدن، بعد از انقلاب سعی میکنن اماکن و ادارات مختلفی که به نفع مردم هست رو اداره بکنن، یا در زمانی که بعد از انقلاب هست یا جامعه در حال شکل گیری کارهای خودش هست بتونن کارها رو پیش ببرن. بنابراین ما به سه دسته رهبر نیازمندیم. نیاید فکر کنیم که ما نیازمند تئوریسین ها نیستیم، ما نیازمند رهبران بسیجگر نیستیم. اگر هر طیفی از انقلاب این سه رهبر رو نداشته باشه دچار مشکل خواهد. خمینی به تنهایی نمیتوانست انقلاب. ما شبکه ای از گروه های روحانی رو داشت به عنوان حزب مساجد که کارها رو پیش می بردن. در کنار این هم در انتها گروه های چپ و راست و فدایی و مجاهد و اینا به او پیوستن چون دیدن کار او گرفته. و اینکه جهان غرب هم آمد و پشت خمینی ایستاد به دلیل این بود که او یک سری کارها رو نشان داد و اونها هم احساس کردن که خب دیگر نمیشه بر روی حکومت و رژیم گذشته سرمایه گذاری کرد و دوچار این خطا شد. وقتی هژمونی یک رهبر غالب میشه دیگران هم برای اینکه از قطار انقلاب عقب نمانند به او خواهند پیوست. اما رهبران انقلابی نیازمند ویژگی های خاصی هستند. ما نمیتونیم هر کسی رو رهبر انقلاب بدیم. یک نفر ممکنه 60 سال سیاست ورز بوده باشه اما رهبر انقلابی نیست. یک نفر میتونه نظریه پرداز بسیار قهاری باشه اما رهبر انقلابی نیست. میتونه بخشی از رهبری انقلاب رو به عهده بگیره به عنوان نظراتش. همین انقلاب رو در روسیه اگر نگاه بکنی، قبل از آن اندیشمندان، رمان نویسان، نویسندگان، شعرا سعی کردن مناسبات اون جامعه رو نامطلوب نشان بدن و خوراک فکری به مردم بدن که این وضعیت حکومت مطلوب نیست و ما باید به سراغ یک جهان بهتر بریم، یک زیست بهتر بریم. و اینها دهه ها قبل از انقلاب شروع میشه. بنابراین اولین بحران، بحران مشروعیته. رژیمی که مشروعیت داشته باشه نمیشه او رو انداخت چون مردم از او اطاعت میکنن، او رو موجه میدونن. رژیم جمهوری اسلامی رژیم ایدئولوژیکه. ایده های او از باورهای دینیه. به راحتی لباس حسین رو
نحوه زندگی علی رو، سبک زندگی زینب رو بهانه میکنه برای اینکه بتواند مردم رو مجاب کنه که اگر ما نباشیم شما باورهای دینی نخواهید داشت. اگر باورهای دینی هم نداشته باشید جهان شما تیر و تاره، در حالی که ما میدونیم این گونه نیست. در جهان غرب با اینکه حکومت ها حکومت های دینی نیستن اما مردم اعتقادات خودشون رو هم دارن. تا آن بخش از اعتقادات دینی که با مناسبات شهروندی و حقوق بشر منطبق نیست و کنار گذاشتن زندگیشون بهتر شده، بدتر نشده. این بحران مشروعیت رو اندیشمندان و نظریه پردازان ایجاد میکنن. وقتی رژیم شما رژیم استبدادی است، خب طبیعی است باید مناسبات استبدادی رو زیر سوال ببرید. در انقلاب فرانسه اندیشه ها پیرامون این میگشت که به چه دلیل این شخص و خانواده او باید بر ما حکومت بکنن؟ چرا طبقات اجتماعی خاصی وجود دارن که تبعیض آمیزه؟ چرا نهاد کلیسا اینگونه در کنار پادشاهان کار میکنه؟ شما به آثار ولتر نگاه بکنید، به آثار روسو نگاه بندازید. نقد های صریح بر مسئله دیانت و سلطنت وجود داره. هر جامعه مناسبات خاص خودشو داره، یعنی اون نظریه پرداز باید جامعه خودشو بشناسه. اگر امروز در درون ایران یک حکومت دینی وجود داره شما هم باید به نقد ایدئولوژیش بپردازید. مشکل عمده ما این است که خیلی از کارشناسان ما خودشان دینی هستند. یعنی با اینکه میگویند نه خیر ما انسان امروزی هستیم و شهروند هستیم اما دل درگیر و دین دارن. خیلی از این عزیزان حتی مدعی میشن که آقا نقد دین نکنی. اگر قرار اسلام ستیزی بکنی همین جمهوری اسلامی بماند بهتره. یعنی جمهوری اسلامی با این حجم از جنایت بر سر کار بمونه اما شما اسلام ستیزی نکنید. منظور از اسلام ستیزی مبهمه. همه عقاید باید به نقد گذاشته بشن. همه تفکرات باید سبک سنگین بشن. اگر دلیلی برای توجیه و موجه بودن خودش رو داشته باشن خب میمانن. کسی نمیتونه اونها رو کنار بزنه. ما اگر مبتنی بر خرافاتن دلیلی نمیتونن اقامه کنن، آرام آرام کنار میرن. تمام جامعه بشری همینه. اگر نقد کلیسا نبود مگر امروز اروپا به این وضع بود؟ مگر امریکا به این وضع بود؟ آثار روشن فکران عصر روشنگری رو اگر بخوانید میبینید چه بر سر کلیسا آوردن، با چه ادبیاتی، با چه نگاه قدرتمندی ایستادن. چون صده ها قبل دادگاه های تفتیش عقاید رو دیدن. انسانی رو به خاطر ظاهرش، به خاطر اعتقاداتش می بردن در سیاه‌چاله ها، در اسپانیا، ایتالیا، جای دیگر شکنجه می کردن. امروز یک عده‌ای توان شنیدن دلیل رو هم ندارن. میگن آقا نقد نکنید مردم ناراحت می شوند. خب 100% باید ناراحت بشوند. ما تا عقاید پوسیده و غیر قابل دفاع خودمون رو کنار نذاریم که نمیتونیم پیشرفت کنیم. حالا بله حقیقت همیشه تلخه، اقامه دلیل برای باورها همیشه تلخه. آی وارن بافت یه حرف جالبی میزنه، میگه آدم باید نور چشمی هاشو کنار بزنه. منظورش همون اعتقاداتی هستن که برای ما مقدس شدن. همیشه یک رفیق قدیمی رو کنار گذاشتن سخته، کاملا درسته. باورهای ما و خیلی از مسائلی که زنجیر شده بر فکر ما و بر پای و دست ما همانند دوستان قدیمی ما هست. خیلی سخت ولشون کنیم اما میدونیم باهاشون نمیتونیم هم زندگی کنیم. هر روز با اونها نزاع داریم، درگیری داریم، مشکل داریم، مانع پیشرفت ما هستن. و در اینجاست که جوامع انسانی باید شجاعت رو داشته باشن. وقتی کانت در مقاله روشنگری اشاره میکنه که جرأت فهمیدن داشته باش، به این مسئله عنایت داره، تفتون داره به این مسئله که آقا گذشتن از این باورها نیازمند شجاعتی است. بسیاری از این اعتقادات و پیش‌فرض‌ها برای ما مشکلاتی رو ایجاد کرده کاملا. ما چه باید بکنیم؟ در یک دوراهی قرار داریم.
یا باید در همین وضع ادبار و نکبت زندگی کنیم، یا باید ریشه یابی کنیم و بدانیم کدام این باورها، عقاید و فرهنگ ما مانع هستند برای اینکه ما حرکت کنیم. باید اون بارها رو دور بریزیم. و این کار روشنفکران، کار اندیشمندان که به زنان ما نشان بدن ریشه انقیاد زنان در جامعه آخوند نیست. شما برید به 100 سال قبل، به 200 سال قبل، وضعیت زنان ما چگونه بود؟ یا در حرم سراها بودن، یا در درون خانه ها در اندرونی بودن و محل اونها اندرونی ها بود. شما برید به 200 سال قبل، وضعیت گروه های مذهبی چطور بود؟ زرتشتیان چه می کشیدن؟ اهل سنت از شیعه چه می کشید؟ شیعه از سنی چه می کشید؟ یهودیان و مسیحیان چه می کشیدن؟ در 150 سال اخیر برید نگاه کنید بابی ها، بهایی ها و گروه های دیگه چه می کشن؟ ناصر چیست؟ با آمدن جمهوری اسلامی ایجاد شده؟ نه، از دل فتواهای شرعی است که این فتواها مبتنی بر قرآن و سنت پیامبره که عقاید دیگر رو تحمل نمی کنه. زمانی که پیامبر اسلام مکه رو فتح کرد، تمام بتان رو نابود کرد. گفت در شبه جزیره عربستان دو دین نباید باشد، فقط اسلام باید باشد. روحانیت هم از دل همین فتوا صادر میکنه. اینا که زائیده خمینی نیست. قبل از خمینی مگر این جنایت ها نبود؟ رفتارهایی که منطبق نیست با وضعیت امروز. شما نگاه های میرزا آقاخان کرمانی رو بخوانید، میرزا فتحعلی آخوندزاده رو بخوانید، اینا روشنفکران از مشروطن خمینی ندیده بودن. ما شبه خمینی ها زمان هم بود. در قالب مراجع تقلید نجف، اصفهان، مشهد و جاهای دیگه، کربلا، کاظمین. چرا ما فکر میکنیم مشکل امروز جامعه ما با برآمدن جمهوری اسلامی؟ اساسا این اندیشه است که اگر یک روزی یک فقیهی در جای دیگری اجرا بکنه، همین مشکل رو خواهد داشت. سال 57 با آمدن خمینی هم همین مشکل بود. و اگر 100 سال دیگر هم آخوند دیگری بیاید که مبانی اندیشش برگرفته از قرآن و سنت باشه، همین مشکل رو خواهیم داشت. آش همین آش و کاسه هم همین کاسه. ما در برنامه های مربوط به حسین ابن علی اشاره کردیم. وقتی حسین ابن علی میگوید به دنبال حکومت دینی است، به دنبال امر به معروفه، یعنی همین گشت ارشادها در خیابان ها خواهد بود اگر امروز هم حسین ابن علی در تهران حکومت بود. حالا چون جامعه از حالت مکانیکی تبدیل شده به یک جامعه ارگانیک، سازمان های متولی این کار میشن. در گذشته وظیفه هر شخص بود امر به معروف بکنه، نهی از منکر بکنه. وظیفه هر مؤمنی بود. در قرآن هم آیات متعددی آمده. آرام آرام محتسب ها ایجاد شدن، یعنی کسانی که پست دولتی داشتن، یا بهتر بگم حکومتی، چون دولت یک مفهوم امروزی است، مدرن تره. پست حکومتی داشتن، به اونو میگم محتسب. شما در اشعار پروین اعتصامی خیلی از این عنوان رو میشنوید، کسی که در شهر تجسس میکنه، افرادی که حالا مشروب خوردن، کار خاصی انجام دادن، مورد ضربت قرار میده، اونها رو بازخواست میکنه، نام کار محتسب. امروزه که جامعه متکامل تر شده، ارگانیزه شده، شما نهاد امر به معروف داری. در سیستم های دینی یا بنیادگرای دینی مثل طالبان، شما وزارت امر به معروف داری. چون تمام مناسبات اون جامعه باید بر اساس دین اداره بشه. اگر اینها رو بگیدی که دیندار ناراحت میشه. ولی خب دوست عزیز من، باید بپذیری درد امروز ما حاصل مصرف نوع غذا فکری خاصی است که این بیماری رو سبب شده. مگر شما امروز به نزد پزشک برید به شما چه میگه؟ میگه بیماری معده شما، بیماری روده شما، بیماری کلیه شما حاصل، حالا بخشیش البته، تغذیه نامناسب.
شما چیزی به بدنت دادی که مناسب نبوده و بعد اونا رو بذاری کنار که سلامت خودتو پیدا بکنی. جامعه هم همینه. جامعه از انسانهایی با شکلهای مختلف، با عقاید مختلف شکل میگیره، مناسباتشون، ساختارهاشون، نهادهاشون، روش زندگیشون، و این مردم بر اساس اون اعتقاداتشون، باورهاشون رفتار میکنن، ساختار میسازن، همدیگر رو زیر نظر میگیرن. تا زمانی که این خوراک فکری جامعه مناسب امروز نباشد، بیماری جامعه ما همان خواهد بود. حکومت‌های استبدادی سبب همین مسئله شدن، حکومت‌های دینی سبب این مسئله شدن. در شوروی کمونیستی زمانی که آقای گورباچف آمد، یک طرحی داشت در زمینه اقتصادی و سیاسی، پرستوریکا و گلاسنوست، که ما بیایم کمی فضای اقتصادی رو باز بکنیم، کمی آزادی‌ها و شفاف‌سازی‌ها و اینها رو انجام بدیم و اینا. نکته خیلی جالب این بود که یکی از همان نزدیکان گورباچف به یک نکته اشاره کرد، گفت خب بسیار هم عالی، حالا ما میتونیم درها رو باز بکنیم، کمی برنامه های اقتصادی رو از جای دیگه بگیریم، ادوات و ماشینالات و ابزار و جای دیگه رو بیاریم. اما یه نکته وجود داره و اون این که ما مردم یعنی ملت رو که نمیتونیم وارد بکنیم. میتونیم بریم برنامه ها رو وارد بکنیم، اما ملت رو چیکار بکنیم؟ ما ملتی ساختیم که این ملت مناسب با اجرای اون برنامه ها نیست. از زمان استالین که از 1924 قدرت گرفت تا حدود سال 1953 بر رأس کار بود، یعنی نزدیک به 30 سال، و بعد از اون دوران افراد دیگر از مالنکوف گرفته، برژنف گرفته، خروشچف گرفته، همینطور ادامه پیدا کرد، اومد جلو. خب ما مردمی ها ساختیم که اینا اصلا صغیرن، اینا نیازمند این هستن که ما به اینها بگیم خوب چیه بد چیه، توانایی فکر کردن ندارن. ما مردم مستقل، مردم اندیشمند، مردمی که به جامعه خودشون باور داشته باشن نداریم. ما قرار بود کشوری بسازیم کشور کار باشه، اما برنامه های کمونیستی به نحوی بود که شوروی در آن زمان از نظر اقتصادی افول کرد. کشوری که داعیه دار کار بود به یک کشوری در حوزه اقتصادی مفلوک تبدیل شد، چون مردم انگیزه کار نداشتن، هرچی کاشتن دولت میگرفت، هرچی تولید میکردن دولت میگرفت، یه چیزی به اونا میداد، دیگه انگیزه کار نمیمونه، انگیزه رقابت بین شرکت ها نیست. مناسبات سیاسی هم خب بر اساس اون تعهد و نه تخصص تقسیم میشد، کسی هم جرأت نداشت حرفی بزنه، نه روشنفکری تو اون جامعه بود، نه کسی، همه رو میکشتن یا تبعید میکردن. خب شما وقتی این جامعه رو میسازی، جامعه‌ای ساختید برای کنترل، یعنی دیدگاه استبداد اینه که من جامعه‌ای برای کنترل بسازم که کاری به من نداشته باشه. مشکل در اینجاست که در چنین جوامعی وقتی شما میخواید توسعه ایجاد بکنی، مردمی دارید که آمادگی فکری برای توسعه ندارن، ساختارها برای توسعه آمادگی نیست، مثل فرزند، مثل کودک که همه کارشو شما انجام دادید، براش فکر کردید، براش زندگی ساختید، به او امر و نهی کردید کجا برو، کجا بیا، با کی دوست بشو، و بعد حالا میخواید 18 سالش شد او رو بفرستید در خیابان که برو زندگی خودتو بکن. خب او نمیتونه. مردم در جامعه استبدادی این گونه. چه کسی باید این مردم رو آرام آرام از اون فضا بیرون بیاره؟ روشن فکر، اندیشمندان. امروز باید به زنان ما این تذکر داده بشه که اگر دردی در جامعه میکشید، حاصل اون باورها و اعتقاداته، درسته براتون مقدس شده، اما اگر نیک بنگرید میبینید که همانها هستند که درد شما رو سبب شدن. بله، غذاهای خوشمزه خوب است، اما گاهی وقتی برای بدنتون ضرر داره باید ازش چشم پوشی بکنید. این مسئله مهم است. دومین بحرانی که حکومت‌ها با اون مواجه خواهند شد، بحران کارآمدی است، یعنی جایی که حکومت‌ها وعده میدن، به خصوص حکومت‌های ایدئولوژیک، اما میبینید که قادر نیستن اون کارها رو انجام بدن.
زمانی که خمینی می آمد وعده می داد آب و برق را مجانی می کنیم، اتوبوس را مجانی می کنیم، شما را به مقام انسانیت می رسانیم، مبارزه با فساد می کنیم. دیدیم 4 دهه گذشته اوضاع از هم، زمان دیگری بدتر، دیگه مردم خانه هم ندارن، تو خیابون باید بخوابن، رو پشت بام ها باید بخوابن، گور خواب بشن. آب و برق و اینها که دیگه جای خود، مبارزه با فساد کردنشون که دیگه جای خود. هر کشوری در دنیا رو نگاه بکنید، 2-3 تا از این مفسدان اقتصادی جمهوری اسلامی اونجاست. اونایی که امنیت دارن در داخل، آن مفسد اقتصادی که وصل به دستگاه رهبری و جاهای دیگه هست در داخل. اما اونایی که حالا در دورانی در دولت گذشته نزدیکانی داشتن، دست به اختلاس زدن و دیدن نه ممکنه در این میانه پای اونها به دادگاه باز بشه، از کشور هم گذشتن و آمدن بیرون. سر تا پای اون نظام فاسد، از قوه قضاییه بگیری تا بقیه نه. خب مردم وقتی میبینن این وعده ها عملی نشد، دیگه نیاز ندارن پیش دولت بمونن. روشنگران در دوران انقلاب فرانسه و قبل از اون همین حرفا رو میزدن که خب چه تفاوتی میکنه مردمی که تحت یک حکومت استبدادی دارن زندگی میکنن با مردمی که در یک جنگل یا اون زندگی اولیه دارن زندگی میکنن. اونجا هم امنیت نداشتن، اینجا هم امنیت ندارن. حداقل اونجا آزادی دارن که برای خودشون یک کاری بکنن، اینجا حکومت آزادی اونا رو هم گرفت. چه انگیزه ای وجود داره که مردم دل به اون حکومت بدن؟ وقتی میرزا فتحعلی آخونزاده اشاره میکنه که آقا این حکومت چیکار کرده برای شما؟ خانه ساخته، شما رو از فقر نجات داده، برای شما شفاخانه ساخته، سرحداتتون رو حفظ میکنه. میرزا فتحعلی آخونزاده 100 و اندی سال قبل داره به ما تذکر میده این حکومت اگر کارایی نداره باید کنار گذاشت. خب چه فایده ای داره؟ ما این حکومت رو برای چی قبول کردیم؟ چه کسی دوست داره زعامت کسی رو بپذیره که دائما او رو مورد تبعیض قرار میده، به او تجاوز میکنه، مالش رو میگیره، تو سرش میزنه؟ کدام انسان عاقلی، کدام جامعه ای از اوغلا چون این وضعیت رو تحمل میکنه؟ به هیچ عنوان تحمل نمیکنه. وقتی حکومت کارآمد نیست باید او رو کنار گذاشت. این کار رسانه هاست، کار روشنفکرانه که نشان بدن نظامی بعد از 4 دهه کارایی نداره و روز به روز هم اوضاع داره بدتر میشه. سومین بحران حکومت ها بحران مشارکت حکومت های ایدئولوژیک، به خصوص حکومت های توتالیتر، سعی میکنن مردم رو در مشارکت های مختلفی حالا در کنار خودشون داشته باشن، در محل خاصی، چه اعیاد، جشن های حکومتی است، انتخابات، جنگ، هر چیزی که هست. اونا سعی میکنن حضور مردم در انتخابات رو نشان مشروعیت خودشون بدونن، بگن ببینید 80% مردم میان به ما رأی میدن، اگر مورد تحریم قرار میگیریم مردم از ما حمایت میکنن، حاضرن سختی ها رو تحمل بکنن. اگر شعار مرگ بر این مرگ بر آن میدیم، اگر در منطقه دخالت میکنیم، کارهای تروریستی انجام میدیم، مردم حامی ما هستن. ما مردم باید نشان بدن که نه خیر، اینگونه نیست. انتخابات جمهوری اسلامی یک انتخابات تقلبی است. خب حضور شما در اونجا چه چیزی رو رفع میکنه؟ آیا نماینده واقعی خودتون رو میآورید؟ میبینید نه خیر. دیگه مردم مشارکت نکنن، حکومت دچار بحران. این بحران مشارکت باید در سطح بالاتری انجام بشه. نخبگان جامعه، گروه های دانشگاهی، طیف وسیعی از نیروها و سرمایه های چه مالی و انسانی باید مشارکت بکنه. همان مبارزه منفی که بتونه رخ بده. چهارمین بحران حکومت ها بحران سلطه و استیلاست، جایی که آخرین سنگر حفظ استبداد که امروز شما میبینید جمهوری اسلامی در آخرین مرحلهش قرار داره، یعنی بحران مشروعیتش کاملا مشخص شده، بحران کارکرد یا عملگراییش هم مشخصه، بحران مشارکت رو هم که داره، فقط مانده بحران سلطه و استیلا، یعنی جایی که نیروی سرکوبش
تا الان توانسته کار بکنه، هرچند باز هم ریزش های زیادی داره رخ میده. ما نیروهای انقلابی باید سعی کنن این بحران سلطه و استیلا رو به اون بیشتر ضربه بزنن، نیروهای بیشتری از گروه های سرکوب جمهوری اسلامی جدا بکنن یا منفعلشون بکنن، یعنی کسانی که با سازوکارهایی که در آینده بررسی خواهیم کرد این پیام رو به نیروهای سرکوب بدن که اگر شما دست به سرکوب مردم بزنید در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه خواهید شد. از نیروهای سرکوبگر بخوان تمرد بکنن، کارشکنی بکنن. و زمانی که بحران سلطه و استیلا که امروز آخرین سنگر جمهوری اسلامی هست بر جا باشه کار دشواره، اما اگر رخ بده به راحتی این رژیم از بین خواهد رفت، چون بقیه جنبه ها رو نداره، نه مقبولیت بین المللی داره نه مشروعیت داخلی داره و کسی هم امیدی به اون نداره. در این طرف طیف هم انقلابیون باید کارهایی رو انجام بدن، افزایش میزان نارضایی، یعنی نشان بدیم حق ما این نیست، از وضع موجود ناراضی باید بود، هم از وضع اقتصادی امروز که برای همه دیگه ملموسه تا سطح کلانتر اون، حقوق‌های اجتماعی، مدنی، مفاهیم مدرن و خیلی چیزهای دیگری که ما نداریم و به دنبالش هستیم. بازگویی و تبیین اون میتونه بر موج نارضایتی مردم بیفزایه و وقتی این نارضایتی افزایش پیدا کرد نیروهای بیشتری به صف انقلاب خواهند پیوست و این نارضایتی رو باید با توجه به گروه های مختلف اجتماعی مشخص کرد. دانشجویان به خاطر یه موضوعات خاصی ناراضی هستند، زنان به خاطر موضوعات خاصی ناراضی هستند که گاهی این موضوعات با هم متفاوته، اما اندیشمندان و نیروهای انقلابی باید سعی بکنن اینها رو در یک پکیج بسیار مناسبی برای مردم تبیین بکنن، توجیه بکنن که هر گروهی منافع خودش رو در اون منشور انقلابی، در اون ایدئولوژی انقلابی ببینه و احساس کنه به چیزهای بهتری خواهد رسید. موضوع دیگر ایدئولوژی است که عرض کردم، یعنی ما علاوه بر این که میگیم این وضع فعلی مشکلاتش این است و نامطلوبه، اما وضع مطلوب رو هم باید نشان بدیم، بگیم چه میخوایم. اگر امروز از دموکراسی مینالیم که در ایران وجود ندارد، بگیم ما به دنبال دموکراسی هستیم، به دنبال حقوق بشر هستیم، به دنبال سکولاریسم هستیم. اینا رو باید تبیین کنیم. مشکل در جایی است که کسی بگوید اینها چیز خوبی نیست. یعنی آن کارشناسی که در برنامه‌های خودش میگه اینا کلیشه‌های مبتذله، نمیدونه که داره به انقلاب ضربه میزنه. مردم میگن خب اگر دموکراسی کلیشه مبتذله، حقوق بشر مبتذله، سکولاریسم مبتذله، خب همین جمهوری اسلامی هست دیگه، او هم که میگه همینا مبتذلن. یعنی وارونه کردن برخی از کارها رو شما دقت بفرمایید. حالا این آقای مدعی کارشناس هم هست. تمایز ایدئولوژی انقلابیون با ایدئولوژی حکومت سبب میشه که مردم انگیزه پیدا کنن که خب این رژیم که به ما آزادی نداده، ما بریم به سراغ یک ایده‌ای که به ما میخواد آزادی بده. وقتی اون صاحبان میگن نخی آزادی کلیشه مبتذله، دموکراسی مبتذله، یعنی اینکه آقا همین جمهوری اسلامی همینه دیگه، فقط شما سید علی رو بردارید، آقای فلانی رو بیارید، خانم فلانی رو بیارید. خب این انگیزه ایجاد نمیکنه که مردم بیان به خیابان و انقلاب کنن. مردم زمانی وارد خیابان میشن که بدانن منافعی که کسب میکنن بسیار بیشتر از منافع فعلیشونه، وگر اگر منفعتی کسب نکنم خب برای چی بیام در خیابان؟ برای ایدئولوژی بسیار مهمه که این رو رهبران و اون نظریه پردازان در درون جامعه انجام میدن. دیگری بسیج منابع است. مردم زیادی داریم، گروه های زیادی داریم، متنوع، متکثر. شما باید اینها رو کنار هم جمع کنید در یه ایدئولوژی خاص که نیروی لازم و کافی برای انقلاب داشته باشید. شما نمیتونید همه جامعه رو راضی نگه داری، نشدنیست. ما باید یک نیروی مؤثر رو جلب کنی، بعد اونها رو تبدیل کنی به یک بسیج منابع مالی و انسانی، سازماندهی و تشکیلات. هیچ انقلابی بدون تشکیلات پیروز نشده.
انقلابی که تشکیلات در اون نباشه، بسیج نباشه، میشه شورش. البته شورش ها هم حکومت ها رو انداختن در شوروی، در واقع روسیه تزاری این رخ داد، شورش های سراسری که حکومت رو انداختن. اما برای اینکه عواقب اون شورش ها گریبان گیر ما نشه، نیروهای انقلابی باید سعی کنن این نیروهای متکثر و متنوع رو بسیج بکنن، سازماندهی بکنن که هم کار بهترین نحوی پیش بره و هم بعد از رفتن این رژیم موثر واقع بشه. خود این بسیج بسیار مسئله مهمی است و در پایان رهبریه، یعنی جایی که این سه رهبری که من عرض کردم بتونن در کنار هم کار بکنن و این کار باید تا آخرین لحظه ادامه داشته باشه. بنابراین وقتی ما به این مجموعه نگاه میکنیم میبینیم نقد ایدئولوژی حکومت، نقد فرهنگ سیاسی حکومت اهمیت داره. اگر حکومت ما یک حکومت فقط استبدادی بود، بله، نقد دین موضوعیت نداشت، چون مشروعیت حکومت از دین نیست. اما وقتی حکومتی دینی است، شما باید وارد نقد دین بشید، ایدئولوژی او رو نقد کنید، درستی عقاید او رو نقد کنید، نشان بدید که این فجایعی که در جامعه رخ میده حاصل اون تفکراتی که اجرا شده. شما وقتی میخواید با شوروی کمونیستی مبارزه بکنید، مگه میشه کمونیست رو نقد نکنید، اندیشه های او رو نقد نکنید، به مردم شوروی نشان ندید که آنچه که از فقر میبینید، آنچه که از بدبختی میبینید حاصل این نوع ساختار سیاسی و اقتصادی است. در پرتو این اقتصاد شما فقیر هستید، با این برنامه اقتصادی شما فقیر خواهید. این طبیعی است که باید وارد این فضاها شد و این کاری بوده که در گذشته رسانه هایی که توانستن با درایت و شجاعت این کار رو انجام بدن، مردم امروز ایران وامدار اونها هستن. نه، نباید فراموش کرد. امروز به بحث حسین ابن علی نرسیدیم، اما در برنامه آینده سعی خواهیم کرد به این نکته هم بپردازیم. سپاسگزارم از جناب شهرتی عزیز و تلویزیون پارس. امیدوارم که تا برنامه دیگر که در خدمت شما هستم، سلامت و موفق باشید.